بینندگان عزیز، درود بر شما. سنا روحانی هستم. از شما دوستانی که در طی هفته پیش با ما تماس گرفتید، چه از طریق ایمیل، تلفن و یا فیسبوک، و پیشنهادات و نظرات و انتقاداتتون رو با ما در میون گذاشتید، سپاسگزارم و امیدوارم که این ارتباط همچنان برقرار باشه. در برنامه امروز برای فردا با خانم نازی ابدی باک همراه خواهیم بود. خانم باک تحصیلاتشون در زمینه تاریخ، علوم سیاسی و روابط بین الملل هست و موضوع صحبت ما جهانی به سوی یک ملت هست، موضوعی که برای پایان نامه دوره کارشناسیشون انتخاب کرده بود. از شما دعوت میکنم در طی این بخش با ما همراه باشید. بینندگان عزیز، بسیار خوشحال هستم که خانم نازی ابدی باک با ما همراه هستند. خوش آمدید به برنامه برای فردا. خیلی متشکرم. من خیلی خوشحالم که اینجا هستم. با اینکه دوستان عزیز رو نمیبینم ولی میتونم تصور بکنم و خیلی خوشحالم که دارم باهاشون صحبت میکنم بعد از سالهای خیلی زیادی که از کشور عزیزم ایران بیرون هستم. خانم ابدی، شما در حقیقت پایان نامه مقطع کارشناسی خودتون در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل، عنوانش The World into One Nation، میتونیم بگیم جهانی به سوی یک ملت بود، و در اون زمان شما در کره جنوبی بودید، درسته؟ بله. چه شد که شما تصمیم گرفتید که این پایان نامتون در مورد این موضوع باشه؟ چون رشته من در دانشگاه تهران، رشته اصلیم تاریخ بود ولی رشته فرعیم روابط بین الملل، و همیشه این مسئله برای من خیلی مهم بوده. همیشه فکر میکردم که چطور باید دوستی و محبت رو بین مردم دنیا ایجاد کرد، و همیشه به طور شخصی به این نتیجه رسیده بودم که بدون عدالت واقعا ایجاد دوستی ممکن نیست. نمیشه بین ملت هایی که یکی گرسنه است و یکی سیره، یکی با اطلاعات تحصیل کرده است و یکی کاملا بی سواده، ایجاد دوستی کرد. پس بنابراین برای اینکه مردم دنیا، ملت های دنیا با هم دوست بشن، که واقعا این هدف دیانت بهائیه، فکر کردم که این موضوع رو به طور جدی مطالعه بکنم، به عنوان درس خودم، به عنوان رشته خودم انتخاب بکنم. برای اینکه همیشه واقعا علاقه داشتم، حتی از زمانی که یادم میاد شاید 5-6 سالم بود، بهترین برنامه که دوست داشتم به رادیو گوش بدم اخبار بود و کاملا وضع دنیا رو در حدود 10 سال، هنوز یادم این مسابقه داشتم توی خونه که تمام رؤسای جمهور دنیا، تمام وزرای خارجه دنیا رو میشناختم، میدونستم کی کوینه کجا هست. از همون جوانی شما این علاقه رو داشتید؟ علاقه به دنیا داشتم، برای اینکه خودم رو یه عضوی از دنیا میدیدم. عاشق کشور خودم بودم مثل همه ایرانی ها، ولی میدونستم که یک کشور بزرگتری هم وجود داره و اون کشور دنیا بود در نظر من. موضوع اصلی این بود، ولی کاربردها یا نکاتی رو که شما در تحقیقتون بهش رسیدین، بله، و در این پایان نامه ذکر، بله، کردید برای جهانی به سوی یک ملت، بله، چی ها بودند؟ من چون سالهای زیادی رو مثل عقل، من بهایی هستم، بله، و بهایی ها همیشه همونطور که شما میدونید در کنار مدرسه که میرن به کلاس های بهایی هم میرن. ما جمعه روز تعطیل برای ما نبود، جمعه روزی بود که می رفتیم به درس اخلاق، و در این درس اخلاق به نسبت سنمون آداب و اخلاق بهایی رو یاد می گرفتیم و با اصول دیانت بهایی آشنا می شدیم. و همونطور که با شما می دونید، تحری حقیقت، جستجوی حقیقت شخصی وظیفه هر کدوم از ما هست. پس بنابراین من از اول بچگی و جوانی میخواستم هر چی رو که باهاش مواجه میشم تحقیق بکنم، و چون قبلا به شما عرض کردم که سیاست و امور دنیا برای من شخصا خیلی ارزش داشت، پس سعی کردم اینو تحقیق بکنم و در کلاس های باهایی که میرفتم بیشتر و بیشتر، از یه طرف در مدرسه با
امور دنیا آشنا می شدم، با مشکلات جهانی آشنا می شدم، از یه طرف در تعالیم باهایی با جواب این مشکلات آشنا می شدم. تناقضی نمی دیدید؟ مثلا دنیا همش به سوی جنگ و اختلافات و انشعابه و در دیانت باهایی صحبت از تعالیمی یا آموزه هایی هست که همش محبت و وحدت و اتحاده، ولی ما جهان رو داریم می بینیم که داره به یه سوی دیگه میره و شاید تعالیم دیانت باهایی داره از یه چیز دیگه صحبت می کنه. من فکر میکنم این در تاریخ بشریت همیشه اتفاق افتاده. اقوام عربستان همه قبایل وحشی بودن، تنها کاری که میکردن دائم با هم جنگ و جدال میکردن، ولی حضرت محمد ظهور فرمودن و تمام این قبایلی که دائم در کشت و کشتار همدیگه بودن، همدیگر را اسیر میگرفتن، بچه های همدیگر را میکشتن، دختراشون رو زیر خاک میکردن، حضرت محمد آمدن و یه دین جدیدی آوردن و تمام این مشکلات رو حل کردن و ملت اسلام رو به وجود آوردن که در کمتر از 100 سال تمام آسیا و شمال افریقا و مقدار زیادی از اروپا رو پوشوند و عدل و عدالت به اونجا بود. و حالا دوباره چون یک بهار روحانی جدیدیه، دیانت بهایی باز داره همین کار رو میکنه، چون الان با اینترنت با تمام وسایل ما همه رو میشناسیم. درسته. پس باید عدالت و برابری و تمام این مسائل شریک بشه بین ما. اگر تعالیم بر تعلیم و تربیت هست، باید همه برخوردار بشن. درسته. اگر که قضا هست، همه باید سیر باشن، باید همه برخوردار بشن. پس اولین قدم اینه که ما به تمام دنیا، علاوه بر اینکه یک کشور خودمون رو داریم، حالا یا امریکایی هستیم یا کانادایی هستیم یا ایرانی یا عراقی هستیم، ولی اینو توجه بکنیم که همه ما اجزای یک بدنیم. اگر اعضای بدن مریض و دردناک باشن، واقعاً شما اگه سرتون درد بگیره، اگر سر شما درد بگیره، نمیتونید لذت ببرید از غذایی که دارید. اگر پای شما درد بگیره، اگرچه بقیه اعضای بدن شما سالم باشن، شما در درد هستید. بدن بشریت هم یک بدن کامله، ما اجزایش هستیم. برای اینکه بخوایم تمام دنیا خوشحال باشه، اگه بخوایم کشور ما ایران خوشحال باشه، باید همه دنیا سالم باشه. پس بنابراین ما لازمه در وقتی به مسائل سیاسی نگاه میکنیم، همه رو بخوایم خوشحال نگه داریم، بخوایم عدالت رو به همه بدیم، بخوایم قضا رو به همه بدیم، بخوایم انتخابات صحیح رو به همه بدیم، بخوایم مدرسه رو به همه بدیم. خب اگه برگردیم به اونجایی که شما داشتید میگفتید که وقتی که جوان بودید یا نوجوان بودید، در درس اخلاق ها، یعنی اون برنامه هایی که برای کودکان و نوجوانان بهایی میذارن، شما به جستجو و تحری حقیقت مشغول بودید، دنیا رو میدیدید، اخبار رو پیگیر بودید، اخبار جهان، و همینطور در خب آثار بهایی تعالیم و آموزه های دیانت بهایی رو مطالعه میکردید. بعد چه شد؟ حالا یک طرف دردها رو می دیدم، درست، دردهای دنیا، از یک طرف دوا. حضرت بهاءالله فرموده که من طبیبی هستم مثل بقیه پیغمبران در گذشته، دردهای شما رو می بینم و اون رو درمان می کنم. پس این تعالیم آوردن و امروز چون روز دیگری هست، مسائل دیگری هست، متفاوت با 1000 سال قبل حضرت محمد، با 3000 سال قبل حضرت موسی، این تعالیم جدیدی که حضرت بهاءالله آورده، من میدیدم که جوابهای این مشکلات که در دنیا میدیدم در تعالیم بهایی هست. پس تصمیم گرفتم اینها رو مطالعه بکنم و اینها رو تطبیق بدم به هم دیگه، یعنی در این راه درس بخونم که به طور روشنتری ببینم. پس نتیجه این شد که تونستم یک تزی که البته خیلی در نظر خودم و واقعیت هستن که شخص متواضعی باشم، خیلی کوچیک است، خیلی ناچیز است، ولی سعی کردم اون چیزی رو که از تعالیم بهایی میدونستم با مشکلات دنیای امروزی تطبیق بدم و اینها رو در این جزوه خودم بیارم. خب اگر ممکن هست چند تا از این آموزه ها که شما در پایان نامتون ذکرشو کردید و آوردید و فکر میکنید که میشه اون آموزه ها در حقیقت دوای مسائل امروزه رو میتونه حل بکنه و میتونه ما رو به سوی اون ملت واحد، یک ملت برسونه، بفرمایید توضیح بدید برای بینندگانمون.
چشم، سعی میکنم. خواهش میکنم. اولا مشکلات سیاسی امروزه دنیا که همه به راحتی میتونن ببینن و لازم نیست واقعا علوم سیاسی مطالعه کرده باشن، هر شخص عاقل و بالغی میتونه ببینه اکثر کشورهای دنیا در بحران هستن. درست. در آسیا، در امریکا، در افریقا، در استرالیا، همه جا مشکلات هست. این مشکلات مختلفن، از لحاظ مالی، اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ مذهبی، تمام مردم مشکلاتی دارن. خب و اینها به همدیگه تأثیر میگذارند. مثلا مشکلات مذهبی، اختلافات مذهبی باعث اختلافات سیاسی میشه. اگر الان شما مشکلات سیاسی میبینید در کشور سوریه، این خیلی رابطه مستقیمی داره با این مشکلات مذهبی که دارن. یعنی مردمی که در یک گروه مذهبی هستن چون کاملا متفاوت خودشونو میبینن و نمیتونن دوستی و همکاری با گروه دیگه داشته باشن، هر گروهی سعی میکنه که چیره بشه و حکومت رو در دست بگیری و نتیجتا گروه دیگری که میبینه عدل و عدالت برقرار نمیشه میخواد بر ضد اون کار بکنه. پس اولین قدم برای درست کردن دنیا، درست کردن واحدهای سالمه توی دنیا. این واحدها کشورها هستن. حالا ما چطور اینو میتونیم سالم بکنیم این واحدها رو؟ با چند راه داره. یکی با تعلیم و تربیته که مردم این کشور، اگر که شیعه هستن، اگر سنی هستن، اگر مسیحی هستن، اگر کلیمی هستن، به یگانگی، به برابری اعتقاد داشته باشن و به همدیگه اجازه بدن که حقوق شخصی داشته باشن، حقوق فردی داشته باشن، حقوق سیاسی داشته باشن و انتخابات کامل داشته باشن و همه از این عدالت برخوردار بشن. و این امکان نداره بدون اینکه اینا در تعلیم و تربیتشون با این تعالیم آشنا بشن، با این یگانگی و برابری. پس شما اشارتون به یک سیستم آموزش و پرورش یکسان برای همه کشورها هست که به اون درک برسیم. بله بله. برای اینکه اگر مردم اعتقاد نداشته باشن، فرض کنید اگر تمام کشورهای، فرض کنید بودایی جزء تعالیمشون باشه، فرض میکنیم، من قضاوتی نمی کنم، اگر فرض کنید بودایی ها دائم به مدرسه برن و به بچه ها تعلیم بدن که هر کس که هندو هست به جهنم میره و دیانتش قابل قبول نیست و فقط بودایی ها به بهشت میرن، اگر هندوها هم به مدرسه هندو برن و اونها تعلیم بگیرن که فقط هندوها به بهشت میرن و تمام بودایی ها و مسلمان ها و بقیه به جهنم میرن و شما باید از اونها متنفر باشید، خب در نتیجه وقتی اینا به جامعه با هم دیگه میان توی محل زندگی میکنن یا در یک محل کار هستن یا بچه ها در مدرسه هستن، فقط در بین اینها شما دشمنی میتونید ببینید. پس باید، نمیتونیم ما فقط با قانون مردم رو عوض کنیم، از دو جهت ما باید کار بکنیم، از بالا به پایین و از پایین به بالا. بالا این هست که قوانین باید عدالت داشته باشه، از پایین هست که باید همه تربیت بشن. اگر شما کلیمی هستید باید تربیت بشید که مسلمان ها رو دوست داشته باشید، بدونید برابر شما هستن. حالا اونا میخوان مسلمان باشن، شما میخواهید کلیمی باشید، ولی اونها هم انسانن مثل شما، احتیاجات اونها به غذا و دوا و به تعلیم و تربیت کاملا مثل شما هست. وقتی مردم اعتقاد داشته باشن به برابری حقوق، فکر نکنن که من باید قضاوت بکنم آیا میپذیرم که اون کلیمی باشه یا مسیحی باشه یا باهایی باشه، بعد به اون اجازه میدم زندگی کنه، بعد بهش اجازه میدم به مدرسه بره، این نمیتونه عدالت باشه. پس باید اول ما اینقدر بالغ بشیم که به حقوق بقیه احترام بذاریم و این بدون تعلیم و تربیت از اولین قدمها، مخصوصا به وسیله پدر و مادر، ممکن نیست. خب پس این رو به یاد داشته باشید. شما به اشاره فرمودید دو موضوع هست، یکیش تعلیم و تربیت، و اگر موافق باشید یه میان پرده کوتاه داشته باشیم، برگردیم به موضوع دوم. حتما. خیلی ممنون، با ما همراه باشید عزیزان.
بینندگان عزیز، با برنامه برای فردا همراه هستید و میهمان برنامه این هفته ما خانم نازی ابدی هستند و در ارتباط با پایان نامه‌ای که ایشون نوشتند با عنوان The World into One Nation، جهانی، شاید بتونیم بگیم جهانی به سوی یک ملت، به گفتگو نشستیم. خانم ابدی، شما داشتید اشاره می‌کردید به اینکه برای رسیدن به یک کشور یا یک جهان متحد و برای اون دیدگاهی که جامعه باهائی داره، صلح جهانی برسیم، لازم بر این هست که این واحدهایی که این جهان رو تکوین و تشکیل میده، اونها بتونن در رفاه و آسایش باشند. و یکی از موازی رو یا عواملی که میتونه کمک کنه بر رسیدن به این موضوع، آموزش و پرورش فرمودید. بله. دیگر روشی که میتونه کمک بکنه، حالا وقتی این افراد تربیت بشن، که البته همه میدونیم که تربیت واقعی با مادر، با خانواده شروع میشه. حالا اگر مردم طوری تربیت بشن، البته توی مدرسه هم که میرن، مطالبی که شما تو مدرسه میخونید، خیلی الان اگر شما به مطالبی که در مدارس مختلف دنیا، من در افریقا بودم، در کره جنوبی بودم، در ایران بودم، یه مدتی در اروپا آشنایی داشتم با سیستمی که درس میدادن، اغلب ملت‌ها یک سیستمی رو در آموزش و پرورششون دارن که خیلی اهمیت به نژاد خودشون، به دیانت خودشون، به گروه قومی خودشون قائل میشن و گاهی وقتا متاسفانه گروه های دیگر رو تحقیر میکنه یا محکوم میکنه یا مسائلی که واقعا واقعیت نداره به گروه های دیگه نسبت میده و این باعث ایجاد دوئیت و دشمنی و دوست نداشتن گروه های دیگه میشه. و اینها چون وقتی از در جوانی به بچه ها تلقین بشه، تعلیم داده بشه، جز به همونطور که ما در روانشناسی، من یادم تو ایران در مدرسه میخوندیم، من ثانوی اینها میشه. یعنی بشر بدون اینکه خودش حتی بدونه، این من ثانویش میشه، معتقد میشه و این دیگه یادش نمیاد که موقع اینو تو مدرسه بهش گفتن و در واقع این خودش هیچ وقت به این نتیجه نرسیده. مثلا اگر هندو هست، واقعا بودایی ها مردم خیلی بدی هستن و نباید باشون حرف زد، یا خونخوار هستن یا ظالم هستن. یعنی تجربه شخصیش بسته. نیست. حالا پس تعلیم و تربیت باید باشه. حالا این افراد وقتی اینطوری تعلیم و تربیت شدن، به سنی میرسن که فرض کنید اینا میتونن رأی بدن در انتخابات. حالا از یک طرف دیگه اگر رأی میدن، انتخابی میکنن، این انتخابات واقعا باید عادلانه باشه. انتخابات عادلانه چی است؟ هر نفر واقعا یک رأی داشته باشه و رأی آزادش داشته باشه. رأی آزاد داشته باشه. الان در واقع من به شما عرض کنم، به نظر من هیچ جای دنیا انتخاباتی به اون صورتی که تعالیم بهایی پیشنهاد میکنه وجود خارجی نداره. انتخاباتی که تعالیم بهایی پیشنهاد میکنه چطور هست؟ خیلی بی نظیر هست. چرا؟ من همونطور که خدمتی شما عرض کنم، حتی در اروپا، در امریکا، هیچ جای دنیا شما این رو ندارید. چرا؟ اولا این انتخاب نتیجه علم و دانش شخصی من و شماست. الان من و شما فرض کنید در تهران زندگی میکنیم، فرض کنید من و شما در شیکاگو زندگی میکنیم. حالا ما وقتی در شیکاگو هستیم، باهایی هستیم، همه افرادی که به سن 21 سال رسیدن میتونن رأی بدن. حالا اینا چطور رأی میدن؟ برای چی رأی میدن؟ چون که بعضی از بینندگانمون آشنا نباشن، اصلا انتخابات باهایی برای انتخاب چه هست؟ انتخاب یک محفل محلی دارن. البته باز باید برگردیم به ضیافت. شاید شما بخواید بدونید راجع به ضیافت، هر بهایی هر 19 روز یک بار که یک ماه بهایی، ما همونطور که شما میدونید ما یک تقویم خودمون رو داریم و این تقویم تقسیم میکنه سالو به 19 ماه، هر ماهی هم 19 روزه و این خیلی شباهت به تقویم‌های مختلف داره و به نظر من اگر یه موقع راجع به تقویم صحبت کنیم خیلی تقویم کاملی. به هر حال هر ماه بهایی ما یک ضیافت 19 روزه داریم، یک مهمانی 19 روزه داریم. حالا هدف از این ضیافت چی هست؟ علتش این هست که اینها جمع باید بشن دور همدیگه برای ایجاد دوستی و اخوت بین همدیگه، برای آشنا شدن، برای حل کردن مشکلات، برای تصمیم گرفتن در امور تعلیم و تربیت،
سرپرستی فقرا، تمام مسائلی که در جامعه اون شهر هست. آیا فرمت خاصی هست برای این ضیافت و شما میفرمایید مثلا اینکه آب هم دیگه آشنا بشن، مشورت بکنن، صحبت بکنن؟ بله، معمولا ضیافت اونطوری که پیشنهاد شده در آثار بهایی سه قسمت داره. یک قسمت روحانی هست، برای اینکه واقعا هیچ کاری اثر مثبت نمیکنه مگر اینکه بشر روحانیت داشته باشه. پس قسمت اول روحانی هست. حالا منظور از روحانی چیه؟ ما مناجات ها، مناجات چی هست؟ نجوا با حق، دعا و نیایش. بله. ما این مناجات ها، نیایش ها رو میکنیم که روحانی بشیم، احساس روحانی بکنیم، احساس محبت به حق و احساس محبت به همدیگه. حالا وقتی که همدیگر به طور کامل دوست داریم، محبت داریم، به همدیگه اهمیت میدیم، بعد از اینکه روحانیتمون از مواقع عادی بیشتر شد، حالا یک قسمت دیگه داریم که مشورت میکنیم. برای اینکه مسائل جوامع بهایی یک نفر تصمیم نمیگیره، با مشورت حل میشه. حالا ما با همدیگه مشورت میکنیم، فرض کنیم راجع به تعلیم و تربیت، راجع به میخوایم یک کنفرانس داشته باشیم، میخوایم یه دستن در محل ما پول برای تحصیل ندارن، چطور اینا رو حمایت مالی بدیم، و یا یک نفر زن و شوهری ممکنه مشکلات خانوادگی داشته باشن. آیا این چنین مسائلی هم در ضیافت بحث میشه؟ اینها در ضیافت بحث نمیشه، ولی پایش گذاشته میشه. ولی به طور کلی ما اینها رو مشورت میکنیم. اگر فرض کنید من با شوهر من اشکالی داریم، در ضیافت راجع به این صحبت نمیکنیم، ولی به طور کلی راجع به حیات خانواده که یک خانواده بهایی چطور باید خانواده یک حیات بهایی داشته باشه، راجع به احترام، راجع به خیلی مسائلی که جزء تعالیم بهایی هست، با همدیگه مشورت میکنیم و گاهی وقتا تصمیمی میگیریم که چطور اینو بهتر بکنیم در جامعه خودمون. صحبت از انتخابات بهایی هست و شما پایه انتخابات بهایی رو در این گرد همایی هایی که هر 19 روز جامعه بهایی داره به عنوان ضیافت فرمودید و توضیح دادید که در ضیافت ها خب اصلا بهایان چه کار میکنن و اشاره فرمودید به یه بخش مهمش که در حالا مشورت بهایی ها هست یا اینکه بهایان همدیگر رو بیشتر میشناسن. خب این شناختی که ایجاد میشه برای انتخاب و یا انتخاب شورای های محلی یا محافل محلی بهایان چه کمکی رو میتونه بکنه؟ ما تشویق شدیم که در طی شرکت در این ضیافات نه تنها با هم دیگه دوستی میکنیم و شرکت میکنیم، همینطور به دیگران خوب نگاه بکنیم. با اینکه ما قضاوت در مورد دیگران نمی کنیم، ولی برای خودمون تصمیم می گیریم که کیها شایستگیشون بیشتر از بقیهش. به ما فرمودن که سلیمه افراده که انتخاب فعاله باید انتخاب بکنیم. یعنی کسی که عاقل سلیم هست، بله، مؤمن هست، واقعا به تعالیم بهایی اعتقاد داره و فعال هست، میتونه کار بکنه، علاقه داره، یک آدمی هست که حاضر وقتش رو، چون ما که به کسی پول نمیدیم برای این کارها، تمام فعالیت‌های بهایی مجانی و داوطلبانه هست، و چون انتخابات ما سری هست، ما خودمونو احساس نمی‌کنیم که مجبور هستیم به این آقا یا به این خانم رأی بدیم، و اونها هم احساس نمی کنن که باید از ما ممنون باشن. نه اونها می دونن ما به کی رأی دادیم، نه ما به کسی. مثلا من هیچ وقت به شوهر من نمیگم من اسم اون 9 نفری که نوشتم چی هست. پس شما می فرمایید سری از این لحاظ که سری. به هیچ کس نمیگید کی رو ابدا انتخاب کردید و هیچ کس هم نمیتونه از شما بپرسه. میتونن از شما بپرسن و نمیتونن شما ممنون باشن. درسته، نه اونها از من انتظاری دارن، نه من از اونها. و اونها هم وقتی انتخاب میشن، دوباره انتخابات بهایی فرق میکنه، اونها خودشونو مسئول کسایی که انتخاب کردن نمیدونن. درسته، میتونن هر تصمیم، برای اینکه ما تصمیم گرفتیم که این شایسته است. حالا اگر احساس کردیم بعدن متوجه شدیم این شخص شایسته نیست، سال بعد میتونیم اونو بنویسیم یا ننویسیم، ولی دیگه حق نداریم در این یک سال که ناظم محفل هستن به اون کاری که میکنن اعتراض بکنیم. اطاعت کامل میکنیم از اینا.
خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید. بینندگان عزیز، مطالب بسیار هست و وقت زمان برنامه ما خیلی تنگ و کوتاه. ما این گفتگو رو ادامه میدیم و ادامه اون رو هفته آینده براتون پخش میکنیم. بنابراین با ما همراه باشید هفته آینده تا ادامه صحبت ها درباره انتخابات بهایی و اینکه آموزه های بهایی چطور ما رو میتونه به سوی یک ملت واحد برسونه با ما همراه باشید. خدا نگهدارتون تا هفته آینده.